سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به چینل استرینگز بند. جمشید کریمی استم، با یک درس جدید آمدیم. البته این درس یک ذره جالب است. چیزی که نواختم میخواییم از اول ابتدا شروع کنیم که شما چطور بتانین تا این ده امیر قم بنوازید. برین گیتارایتان بگیرین، من برمیم. دوستا، من میفهم که شما یوتیوب مرا سابسکرایب کردین. اگر نکردین سابسکرایب کنین. میریم درس خود شروع میکنیم. البته شما درس های گذشته را که در پنج درس گذشته که داشتیم را حتما تمرین کردین و خوب ویدیوها را دیدین. امروز میاییم که سر ریتم نوازی که چطور میتونیم ما یک ریتم بنوازیم. پیشرام بر شما نواختم یک چیزه، یک دو تگه که نواختم. ایام تمرینات خاص خود داره که باید بعض تمرین ها سور شما انجام بدین تا بتانین یک ریتم مکمل در آینده بنوازین. حالا من بر شما هم تمرین اول میگم که در این درس اول ریتم نوازی ما فقط دست راست شما میبینیم که با دست راست اکثر ریتم نواخته میشه. یک کوردا را چی وقت باز در آینده کوردا یک جا میشه. فعلا فقط دست راست بر شما میگم که چی تمرین باید کنین که دستان بلد شوه با ریتم نوازی. البته با پی می نوازیم. در سوال که شما میتونم پی رو می نوازیم هر شش تار. با چی رقم می نوازیم؟ پوزیشنش خب گفته بودم که دستان همه مانین جمع میکنین، پوزیشنتون فکس میشه و مثل از اینکه یک دانه تخم به دستان باشه و این شکل یک پوزیشن برتان میگیرین و دست همیشه حرکت که میکنه از این قسمت از مچ دست حرکت میکنه. کوش کنین زیادتر به این شکل حرکت داشته باشه. میشه این رقم هم حرکت میکنه، بسیار کم، زیاد نه، که در آینده ها وقت شما باز گیتار رو مختین باز میتونین که رقم راحت بودین هم تو بنوازین. حال کوش کنین زیادتر که حرکت از مچ دست باشه وقتی می نوازین. در سوال ما با پی شش تا رو می نوازین بسیار آرام. ایجه رو بند میگیریم هیچ که صدا نتن. آرام آرام هر شش داره. اینه باز آستا آستا شما باید تیز بسازین که دستان عادت کنه. میبینیم فکر کنین که ضربه میزنین به یکیز، ضربه میزنن از بالا پایین، از بالا پایین به شکل ضربه. تمرینشی هست که از آرام شروع میکنین هم تا آرام آرام تیز شده میرین. سرعت که بتانین پس آرام میشین، پس سرعت میگیرین. اینه می تمرینش هست و ایره کش کنین با مترونوم که یک ویدیوی دیگه هم حتما در آنها دو مترونوم کش میکنم براتون بسازم که چطور مترونوم شما استفاده کنین. این بود با آی با پی ببخشین با پی بود که چی رقم شما تمرین کنین. از نزدیک هم میبینیم که خوب تر بفهمین. با پی می نوازم، از نزدیک ببینین که خوب تر بفهمین. فقط پی را شش تا رو می نوازین. شش تا رو یک یک دار. کم کم صورت من رو گفتم بالا می برین. البته این تمرین ها شاید برتان در اول خسته کن باشه، خیر است خسته کن برتان نگیرین، از امیان لذت ببرین. وقتی کوردار شما یاد بگیرین این امیان میتان یک ریتم باشه. من اگه برتان کوردار رو بگیرم سعی کنین دیدین که ایام یک ریتم بود.
مسیر بسیار تمرین کنین و کردار یاد بگیرین، میتونین انزمی هم استفاده کنین در آهنگا. خب دوستا با پی فهمیدین که چی رقم تمرین کنین. حال میم نوبت میرسه به آی که همراه آی چی رقم ما و شما تارا را بنوازیم البته به شکل ریتم. آی هم همونطور که پی را گفتم که تارا را یک یک تار مینوازین، آی هم به این شکل اول همه تارا را با هم یک یک تار جداگانه زیاد این به خاطر ما کم میگیرم که زیاد سر صدا نشده وقت تمرین باز گنس میشه کم که چون کوردار حال نداریم، فقط ما کم میگیرین تمرین از دست شده با آی آی پایین آی بالا کل تارا را آست 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 ایرام تیز میسازیم. ببینیم فکر کنید که ما امپلوک میگیم، من شما چی میگین فکر کنید که امپلوک میزنین یک چیز را به این شکل دست جمع میشه پس همه تارا را با هم بنوازیم. هم تو سرعت تانه گوش کنید بالا ببرین باز پس سرعت پایین بیاییم تو با سرعت های مختلف ایره تمرین کنید. در اول که شما مینوازین کوشش کنین از سرعت پایین تا خوب دستان بلد شد با سرعت های بالا را کوشش کنین، البته با مترونوم. ایرام از نزدیک میبینیم که خوب تر بفهمیم. با آی البته نشان میتم از نزدیک ببینین که خوب تر بفهمین. آی هم مثل پی واره که گفتم که شش داره مینوازین آی هم. ببینین به این شکل حرکت داره مثل از اینکه یک چیز رو بگیرین و یک امپلوق که گفتم پیشتران که امپلوق مثل از اینکه امپلوق یک چیز رو میگیرین از بسیار آرام کش کنین. زیادتر وقت تا که دستان نمو آرام عادت نکده کش نکنین، تیز برین اما آرام آرام که خوب صحیح فهمیدین که میتونین که دقیق بنوازین بعد از او گوش کنین که تیز شده برین. تیز هم اگر با مترونوم شده بهتر است. ایران بر شما با کوردا میگیرم که کم دلچسب شده برتان. تشکر از دوستایی که یوتیوب ما رو سابسکرایب کردن، شما هم سابسکرایب کنین و تشکر از کسایی که کامنت گذاشته بودن و باید سوالات داشتن که مطرح کردن. حالا در این ویدیو میخواییم که بر شما دوستایی که گفته بودن در مورد ناخونا بر ما معلومات بده که چی رقم ناخون بانیم ما، میخواییم در مورد از معلومات بودم. گیتار کلاسیک اکثرا کس می نوازه به شکل فلامینکو مگه می نوازن یا کلاسیک ناخون می مونن که با پک نمیشه و او تکنیک هایی که در گیتار کلاسیک نواخته میشه با پک نمیشه، باید ناخون داشته باشین. البته ناخون از هر کس ناخون های مختلف می باشه، جنس ناخون هر کس فرق می کنه، اما چیز معمولش که هست ناخون ها باید ایسه ناخون ما که هست 2 میلیمتر یا 3 میلیمتر باشه، از او که زیادتر نباشه و کلک پی ما که هست 5 میلیمتر باید باشه. نسبت به ایزا یک کمه ای باید کلانتر باشه چون این به تنهایی سه تار بالا و زیاد کارهای زیاده رایی میکنه و بعضی گیتارست ها هستن که بسیار کلان میمانه میره. البته به دارود از این بگویم که بعضی کس ها هسته که دستاشون کم گوشتی تر هسته چاک تر هسته، اونا باید ناخونای خود کم کلانتر بانن. وقت از این طرف از طرف روبرو میبینیم باید معلوم شد خوب سایی ناخونایشان و
و بعضی کسایی که دستایشون لاغر است اونا میشه که کم خرد بارن ناخن خوده. البته ناخن کلان ماندن و خرد ماندنش فرق شیسته. وقتی ناخن تون اگه بسیار از اندازه کلانتر باشه، شما وقتی می نوازین سرعت دستان کم می باشه و یا اونم ناخن ها مزایمت میکنه. وقتی شما یک تار می خواهید بنوازین به تار دیگه می خوره، یک صدای دیگه او به وجود میاد که خوشایند نمی باشه. بهتر است که به ما اندازه باشه و نه کم باشه نه زیاد. اگه کم هم باشه باز اون صدایش دب میشه و گوشت یک جای میخوره، صدای درست نمیتر. اما 2 میلیمتر میگفتم اما که 2 میلیمتر یا 3 میلیمتر باشه او بسیار صدایش شفاف از گیتار به وجود میاد. و دوستا بازم میگم که فراموش نکنین یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، بریم به فیسبوک سر بزنین، پیج ما هست، پیج ما را هم لایک کنین و با دوستایتان به اشتراک بگذارین تا اونا ببینن و گیتار بیاموزن و ما هم بتانیم که زیادتر کار کنیم و ویدیوهای دیگه هم براتان تهیه کنیم.